سلام عرض میکنم خدمت همه دوستای عزیزم. من آیدا دیوارگر هستم، راوی داستان جدیدی که الان میخوام براتون تعریف کنم. قبل از شروع داستان لازمه که من یکی دو تا نکته رو بگم. اول از اینکه بازم عذرخواهی میکنم واقعا که فاصله طولانی شد. امیدوارم که منو ببخشید و بدونید که شرایط اینترنت ایران واقعا خیلی ناجور هست. دوم اینکه از همه کسایی که تشکر کردن، انتقاد کردن، پیشنهاد دادن خیلی ممنونم و بازم همین جوری ما رو حمایت کنید با لایکاتون و کامنتاتون. و نکته سوم اینه که این داستانی که من میخوام بگم، اول از همه یه قضیه رو دربارش بگم که دوستان متوجه یه موقع اشتباه نکنن و یه موقع براشون گیج کننده و اینجور حالت ها نداشته باشه. این داستان توسط دو نفر داره تعریف میشه. نفر اول از روی دفترچه خاطراتشون خونده شده. این دو نفر دوتا خواهر هستن به اسم سنا و سما. سما متاسفانه الان توی آسایشگاه بستریه چون به طور کامل عقلش و اینا رو از دست داده و از روی دفترچه خاطراتش خواهرش این قضیه رو تعریف کرده و سنا از یه جایی به بعد چون داخل زندگی سما میره و متوجه میشه چه اتفاقی داره برای خواهرش میفته، هم از روی دفترچه خاطرات خواهرش اوایل داستان رو خونده و همین که از یه جایی به بعدم خودش تعریف میکنه. گفتم اینو خدمتتون عرض کنم که یه موقع اشتباهی چیزی پیش نیاد و من الان اول که داستان رو شروع میکنم از زبون سما و دفترچه خاطراتشه. اینو خدمتتون بگم که مشکلی پیش نیاد. با تشکر از همه شما عزیزان. سلام، من سمام 28 ساله از کرج. توی خانواده بزرگ شدم که از هر نظر معمولی بودیم، از نظر سطح فرهنگ، از نظر وضع مالی و طبقاتی، خلاصه از هر نظر. خلاصه که اولش میخوام بگم که هیچ آدم خیلی خاصی نبودم. یه خواهر دوقلو با خودم دارم به اسم سنا که دوقلوهای کاملا ناهمسان هستیم، یعنی اصلا شبیه همدیگه نیستیم. کاملا تفاوتامون مشخصه. من چشمای زاغی دارم و سنا چشمای قهوه‌ای روشن داره. واسه همین هر کسی ما رو وهله اولونه اصلا باورش نمیشه که ما دوقلو باشیم، ولی هستیم. خواهرمو خیلی دوست دارم، بیش از اندازه. زندگیم از اونجایی ورقش برگشت که عاشق یه پسری شدم و ارتباطمون از همون روز باهاشون بیشتر شد. همونجور که اولش گفتم، وضع زندگی ما یه وضع زندگی معمولی بود، ولی وضع زندگی این آقا پسر دیگه خیلی رو به پایین بود، جوری که اصلا فکر نمی کنم خونوادش هم رو هم دیگه جمع می شدن، نمی تونستن حتی پول یه اجاره آپارتمان رو بدن. برای همین روز که مسئله ازدواج رو با من مطرح کرد، گفتم که نمیتونم این کار رو بکنم، پدرم تو رو قبول نمی کنه، ولی خیلی خواهش التماس که من بابا تو راضی می کنم. روز به روز علاقه بین من و رضا داشت بیشتر میشد و همین جدایی رو برامون سخت‌تر میکرد، تا اینکه خودم هم قبول کردم، گفتم که باشه هر جوری که هست کوتاه میام، صبر میکنم، بالاخره رضام تا آخر عمر دیگه اینجوری نمیمونه که یه روزی وضع زندگیمون خوب میشه. ولی روزی که این قضیه رو با پدرم مطرح کردم، اولش خوب طبیعت هر پدریه که پرسید چجوری با هم آشنا شدین و هر چیزی و اینا، وقتی بهش گفتم بیرون با هم آشنا شدیم، همدیگر هم خیلی دوستان، پسر فوق‌العاده سالمیه، سوال بعدی که ازم پرسید که وضع مالی خودش و خانواده‌اش چطوره، بدترین سوال زندگی بود که میتونه سراغم بیاد و گفتم که متاسفانه وضع مالی خوبی ندارن، در حدی که یه آپارتمان هم نمیتونه اجاره کنه، پدرش یه کارگر ساده شهرداری، خونه اجاره منطقه فوق‌العاده پایین شهر و اینا. پدرم اینو که شنید عین یه اسفند رو آتیش شد که مگه داری منو مسخره میکنی، این چه طرزشه فلان. گفتم پدر من این چه حرفیه داری میزنی، ما همدیگر رو دوست داریم، بالاخره تا آخر عمر که اینجوری نمونی. گفت اصلا یعنی سما فکرشو نکن من بذارم تو با این پسر ازدواج کنی. بالاخره بعد از کلی رفت آمد
دیگه رضا خودش رفت شروع کرد به التماس کردن به پدرم، ولی اصلا یه روزی فکر نمیکردم پدر من انقدر لجباز باشه. یعنی اصلا فکر میکردم این همه سال زندگی این پدرم رو نشناختم. جالب اینه که مادرم و سنا هم با پدرم هم عقیده بودن، میگفتن پسره که تو این سن و سال هنوز نتونسته واسه خودش هیچ کاری بکنه، پس نمیتونه زندگی تو رو تامین کنه. هر روزمون با جنگ و دعوا میگذشت. بین من و رضا دیگه یواش یواش داشت سرد میشد و اونم فقط به خاطر اختلافایی بود که پدرم هم قبول نمی کردش. تا اینکه یه روز دیدم پدرم اومد و گفتش که دیدی بهت گفتم تو لیاقتت بالاتر از این حرفاست. گفتم که چی شده مگه؟ و گفت پسر صاحب کارخونه عاشقت شده. گفتم یعنی چی؟ چه حرفیه داری میزنی بابا؟ شما که میدونی اون وقت من تو چه شرایطی ام و اینا. گفت اصلا یعنی سم و فکر این چرت و پرتا رو از سرت بیرون کن. من اصلا حضور اون پسر رو هیچ وقت جدی نگرفتم، تو هم نباید جدی بگیری. پدرم توی کارخونه خیلی بزرگی مسئول حسابداری بود و ظاهرا یه بار که رفته بودم محل کارش و اینا، پسر صاحب کارخونه ازم خوشش اومده بود، ولی اصلا نمیتونستم 100% قبول کنم. ولی آخری تهدیدی که پدرم کرد گفت یا ما یا اون پسره. فکر این که بخوام از خانواده‌ام جدا بشم، از سنا که نیمه دیگه وجودم بود جدا شم، واقعا منو میترسون. بالاخره با هزار بدبختی رضا رو بهش گفتم قضیه چه جوری و اینا، و بهش گفتم که هیچ راهی نداریم، شاید من تو واقعا برای همدیگه ساخته نشدیم، باید از همدیگه جدا بشیم. خلاصه بعد از گریه های زیاد و غم و دردایی که کشیدیم، رضا ازم جدا شد. ولی لحظه آخر یه حرفی به هم زد که تنم لرزید. گفت سما یا تو باید مال من بشی یا نمیذارم برای کسی دیگه ای بشی. گفتم منظورت از این حرف چیه؟ من چند وقت دیگه خواستگاریم رضا. اگه تو واقعا منو دوست داری، همونجور که من دوستت دارم و برات آرزوی خوشبختی میکنم، تو هم باید برای من آرزوی خوشبختی کنی. ما تصمیم گرفتیم با هم ازدواج کنیم، ولی خب نشد. چیکار کنم؟ من نتونستم جلوی خانواده‌ام وایسم، تو هم نتونستی کاری بکنی، پس این حرفا یعنی چی؟ گفت به هر حال من گفتم، بعدا نگی نگفتی. تو اگه مال من نباشی، نباید مال کسی دیگه ای هم باشی. دیگه بالاخره اینو گفت و با عصبانیت گذاشتم. واقعا یه ذره ترسیدم. رضا خیلی مرد خوب بود، خیلی خوش اخلاق بود، خیلی آقا بود، ولی یه چیزی رو میدونستم که حرف الکی نمیزنه، وقتی حرف بزنه پاش وای میسته. بعد از حدود یه هفته گریه و زاری که گذشت و شدیدن وزن کم کرده بودم، اشتهام خیلی بد بود، پدرم گفتش که اینا منتظرم، میخوام بیا خواستگاری. منم بیشتر از این نمیتونم معطلشون کنم. بالاخره بعد از چند روز این ور اون ور و کشمکش و اینا اومدن خواستگاری. پوریا رو همون لحظه اول خیلی یه نگاه معمولی بهش انداختم که انگار اصلا برای فرقی نمیکرد که کی میخواد باشه، ولی اون از ته دلش نگاه میکرد و انگار به یک بزرگترین آرزوی زندگیش رسیده باشه. وقتی که رفتیم تو اتاق حرف بزنیم، قبل از شروع هر حرفی بهم گفت سما خانم من از همه چی خبر دارم. اینو که گفت اصلا ترس ورم داشت اگه بابا میفهمید که مثلا من کاری کردم، این به من شک کرده و اینا، هیچی دیگه کارم تموم بود. برای همین گفتم که منظورتون چیه؟ گفت ببین لازم نیست خودتو به اون راه بزنی، دختری که میخوام انتخاب کنم 100% راجع به همه چیش تحقیق میکنم، میدونم تو یه پسر یا دوست داری و اینا، همه چیزو میدونم، ولی من واقعا دوستت دارم و اینا. به خدا قسم اگر 1% میفهمیدم اون پسر واقعا لایق تو، خدا شاهد کمکش میکردم، میبردم براش کار جور میکردم فلا. گفت ولی خیلی رفتم دنبالش تو محل زندگیش، اینو ازش واقعا پرسجو کردم. میگن پسر درست حسابی نیست، زندگی درست حسابی نداره، دائما پی یللی تللیه. دیگه گفتم این حرفو شما چرا میزنید؟ شما که میدونید من چه احساسی دارم، پس چرا خوردش میکنید جلوی من؟ گفت به خدا قسم اون چیزی که جلو داره نشون میده نیست، پسر بی عرضه، یه پسر زندگی کردن و اینا نیست. تو الان یه مدت براش جذابیت داری، بعد از یه مدت ولت میکنه. گفتم به حال حالا که شما اومدی خواسته. گفت اینو میخوام بهت بگم که من از روی اجبار و اینا نیومدم، من واقعا تو رو دوست دارم، ولی اینم بدون کسی که تو دوستش داری برای من قابل احترامه. میخواستم برای زندگی درست کنم، ولی اهل زندگی کردن نیست، پس اگه میشه فقط به من نگاه کن و بیا جلو. بالاخره به خواست من قرار شد که یه چند وقتی فکر کنم.
بعد از 2 هفته فکر کردن و اینا از پدرم خواستم حداقل یه مدت زیادی ما نامزد باشیم. 1 سالی با پوریا رو نامزد بودم. هر روز که رفتاراشو میدیدم بیشتر از قبل رضا ازم فاصله میگرفت و دور میشد. هر روز میدیدم که منشایی که عمری میخواستم برای مرد زندگیمو پوریا داره نه رضا. داشتم به این فکر میکردم که یواش یواش خدا رو شکر به حرف پدرم گوش کردم، حالا از سر اجبار و هرچی رضا واقعا مرد زندگی من نبوده، نه به خاطر پولش، به خاطر اخلاقش. پوریا تو هر شرایطی منو دوست داشت، حتی میگفت اگه رضا واقعا آدم درست حسابی بود براش همه چی جور میکرد، ولی رضا حتی کوچکترین خوبی برای من نخواست. میگفت اگه نذارم مثلا مال من نشی نمیذارم مال کسی دیگه ایم بشی. یه روز که با ترس و لرز این حرفو به پوریا زدم، گفتم لحظه آخر این حرفو به هم زد و رفت و من میترسم یه موقع اتفاقی برامون نیفته. گفت نترس، هیچ چی نمیشه، یه حرفی زد و رفته. رضایت خودم به بابام اعلام کردم و گفتم که میخوام زودتر با پوریا ازدواج کنم، پوریا مرد زندگی منه. و یه روز پوریا بهم گفت شنیده بودم میگن از محبت خارها گل میشه، ولی باور نمیکردم، ولی الان دیگه دیدم. خدا رو شکستم و باورم کردی، قول میدم خوشبختت کنم. خیلی زود مقدمات عروسی فراهم شد و اینا، واقعا رو آسمونا بودم، خدا رو شکر میکردم بابت انتخابم. یه روز که رفته بودیم برای خرید آینه شمدون، وقتی داشتیم از یه جلوی مغازه عتیق فروشی رد میشدیم، گفتم وای پوریا نگاه کن چه آینه قشنگی. گفتش که عزیزم این خیلی قدیمی و کهنه است و اینو دوستش داری؟ گفتم آره به خدا خیلی دوستش دارم، میشه بریم ببینیمش؟ گفت باشه بریم. رفتیم داخل مغازه و دیدیم که یه پسر جوانی جلو اومد، گفتش که پوریا گفت قیمت این آینه چجوری و اینا، و گفتش که قابل شما نداره، یه قیمت خیلی سرسام‌آوری هم گفت، جوری که اصلا من گفتم ولش کن پوریا بیا بریم دیگه. همینو که گفتم فروشنده شروع کرد تبلیغ کردن که جنس چوبش فلان و آینش فلان و کلی خلاصه تبلیغات کرد، که پوریا گفت ببین اصلا نگران قیمتش نباش، اگه واقعا دوستش داری بخریمش، مشکل نداره. که شمدونای کنارش هم نشون دادی، شمدونای عتیق و یه آینه خیلی عتیق قشنگ که طبق گفته اون پسر حداقل مربوط به 200 سال پیش میشد، که اصلا اینو گفت من تعجب کردم، گفتم یه آینه اینقدر قدمت داره؟ گفت بله خانم داره، ولی خب طرف خیلی خوب نگهش داشته، احتیاج هم داشته که آورده فروخته. گفت اگه اجازه بدی من آقا رو صدا کنم برای معامله با خودشون صحبت کنی. دیگه سر کردیم و رفت، دیدم از پشت دفترش یه نفر اومد بیرون، گفت بفرمایید در خدمتم. یعنی همون لحظه پاهم به زمین چسبید، هم من هم پوریا، که پوریا قبلا رضا رو دیده بود ولی باورم نمیشد این رضا همون رضایی باشه که از من جدا شده باشه. فوق‌العاده خوشتیب، یه نمای پولداری، ولی یه حال احساس میکردم یه حالت لاتمنشی داره، یه یقه باز و یه زنجیر طلای کلوف گردنشو که من دیدم که به به چه عجب از این طرفا. دیگه من سری آستین پوریا رو کشتم و گفتم که بریم، من نمیخوام از اینجا خرید کنم. ولی انگار پوریا افتاده بود سر دنده لج، گفت نه همینجا وایستام، برای چی نباید خرید کنیم؟ تو چشت یه آینه رو گرفته، منم برات میخرم. دیگه بعد از اینا یه ذره رضا که تیکه متلک انداخت و اینا، گفتش که پس بالاخره داری ازدواج می‌کنی؟ گفتم بله، با کسی که همیشه هم از اول دوستش داشتم، فهمیدم انتخابم سر تو اشتباهه. احساس کردم پوریا از جمع ناراضی و اینا، سری دست چکشو در آورد و رقم چک رو نوشت، و وقتی گفتش که آینه رو بپیش ببریم، گفت اگه اجازه بدین 2 روز بعد بیاین ببرینش. گفت چه فرقی میکنه مگه؟ گفت یه ذره این چوباش حالت کهنگی به خودش گرفته، گرد و خاک روش نشسته، اگه اجازه بدین من اینو بدم یه ترتمیزش کنم، براقش کنم، 2 روز بعد بیای ببرینش. انگار که جفتمون می‌خواستیم از اونجا فرار کنیم، سری گفتیم که باشه اون بعد 2 روز بعد پس میایم میبریمش. اومدیم بیرون و حالم بد شد، از پوریا عذرخواهی کردم، ولی گفتش که من هیچ کاری نکردم، هرچی بوده مربوط به گذشت است. بالاخره گذشت و ما خریدامون رو انجام دادیم و 2 روز بعد آینه رو پیک برداشت آورد برای ما، یعنی اصلا اجازه نداد که حتی ما بخوایم دم مغازش بریم، آینه رو آورد. وقتی مادرم اینا دیدنش گفتن که چقدر قشنگه، از کجا آوردین اینا؟ گفتم اینجا از یه عتیقه فروشی خریدیم، ولی اسمی از رضا نیاوردیم، چون این خواست پوریا بود. گفت اسمی از رضا نیاریم برای آینه و این حرفا. وقتی که جهیزیه‌مینا رو بردیم بچینیم، اون آینه رو
خیلی با حساسیت و اینا گذاشتم روی میزش و شمدوناش رو چیدم، چون واقعا این یه چیز خیلی خاصی بود که خریده بودم، نه به خاطر رضا، به خاطر این بود که پوریا وقتی با وجود اینکه رضا رو دیده بود اعصابش خورد شده بود، بازم به انتخاب من احترام گذاشت و اینو برام خرید. واسه همین خیلی مراقبش بودم، با احتیاط تمیزش کردم، پاکش کردم و گذاشتم روی میزش. وقتی که داشتم رد می شدم، یه لحظه احساس کردم که یه سایه مانندی رو توی آینه دیدم، ولی وقتی دوباره سری توش نگاه کردم دیدم که نه، چیزی نیست، فقط تصویر خودمه. با این فکر که یه توهم کوچیکی اومده سراغم و زیاد جدی نیستش، رفتم اون طرف. بالاخره عروسیمون برگزار شد و توی بهترین جا و بهترین شرایط، بعدش هم یه ماحصل طولانی و واقعا شرایط روحیمو خیلی بهتر از قبل آماده کرد که بخوام یه زندگی مشترک رو شروع کنم. و هر روزم از پدرم تشکر میکردم به خاطر اینکه انقدر به این ازدواج اصرار داشتش. وقتی که از ماحصل برگشتی، فردای اون روز پوریا کارشو شروع کرد و برگشت به کارخونه. روز اول بالاخره زندگی مشترکمون بود، دلم میخواست خودم خانم خونه باشم. پا شدم غذا اینا رو آماده کردم و یه میز خیلی قشنگ چیدم، رفتم جلوی آینه که یه دستی به سر و صورتم بکشم، یه اون احساس کردم قیافم به طرز عجیبی عوض شده، انگار که منم، ولی یه شکل خیلی کریهی پیدا کردم. بی اختیار جیغ کشیدم و وسایل آرایشی که تو دستم بود همه ریخت زمین، افتادم عقب، خوردم زمین، شروع کردم به گریه کردن. دائم دست تو صورتم میکشیدم که خدایا چرا من این شکلی شدم. سریع رفتم سمت آینه سرویس و خودم رو دیدم، دیدم که نه، قیافه مثلا بر نگشته. همون لحظه پوریا اومد تو، وقتی من دید دارم گریه میکنم، گفت چی شده سما، چرا گریه میکنی؟ گفتم نمیدونم پوریا، فکر کنم یه لحظه حس بدی اومد سراغم، ترسیدم. گفت چی شده؟ گفتم نمیدونم، احساس کردم یه لحظه قیافم خیلی کری شده، شبیه یه پیرزن شدم. اینو که گفتم دیدم خندید و اینو، گفت این چه حرفیه میزنی، اگه همه پیرزنهای عالم به خوشگلی تو بودن که دیگه قصه ای نبودش. انداخت به خنده و شوخی، ولی نمیتونستم باور کنم من خودم دیده بودم خودم و تو اون آینه که چه شکلی شده بودم. ولی پوریا وقتی به خنده و شوخی انداخت، سعی کردم منم زیاد ادامه ندم و بهش فکر نکنم، ولی غافل از اینکه نمیدونستم که این قضیه سر درازی داره، جوری که دیگه زندگی برای من نمیذاره.